مبارزه برای حقوق بشر. الینور روزولت، ترجمه و تهیه آموزشکده توانا. من امشب اینجا آمدم تا درباره یکی از بزرگترین مسائل زمان ما، یعنی حراست از حقوق بشر صحبت کنم. یعنی سوربن در فرانسه رو برای مطرح کردن این بحث انتخاب کردم، برای اینکه در این سرزمین حقوق بشر از مدت‌ها قبل ریشه‌های عمیقی داشته و به نحوی غنی تغذیه شده است. اینجا بود که اعلامیه حقوق انسان مطرح شد. اینجا بود که شعارهای بزرگ انقلاب کبیر فرانسه آزادی، برابری و برادری تخیل انسانها را شعله‌ور کرد. من اروپا را برای بحث درباره این مسائل انتخاب کردم، برای اینکه صحنه بزرگترین نبردها بین آزادی و استبداد بوده است. من این بحث را در نخستین روزهای مجمع عمومی مطرح می کنم، برای اینکه مسائل مربوط به آزادی بشر، برای حل اختلافات سیاسی مهم و برای آینده سازمان ملل تعیین کننده است. اهمیت تعیین کننده این مسائل توسط بنیانگذاران سازمان ملل در سانفرانسیسکو به خوبی شناخته شده بود. نگرانی برای پاسداری و اعتلاء حقوق بشر و سایر آزادی‌های اساسی محوری‌ترین مسئله سازمان ملل است و رعایت حقوق و رفاه افراد اعم از مرد و زن در منشور آن کاملا روشن است. سازمان ملل به وضوح نشان داده است که هدفش تقویت حقوق بشر و حمایت از کرامت و شخصیت انسانی است. یادداشت کلیدی در مقدمه این منشور اعلام می‌دارد که ما در سازمان ملل مجدداً بر این باورها به شرح زیر تأکید می‌کنیم: حقوق بنیادی بشر، کرامت و ارزش انسان، برابری حقوق زن و مرد در کشورهای بزرگ و کوچک، اعتلاء پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر برای آزادی‌های اساسی. این مقدمه این نقطه نظر منشور را منعکس می کند که صلح و امنیت بشر بستگی به رعایت حقوق و آزادی همه آحاد جامعه دارد. یکی از اهداف سازمان ملل که در بند یک آمده این است: حصول به همکاری بین المللی به منظور حل مشکلات بین المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و خدمات بشر دوستانه و نیز اعتلاء و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادی بدون فرق گذاشتن بین نژادها، جنسیت، زبان و مذهب. این افکار در چندین جای دیگر مشخصاً در بندهای 55 و 56 تکرار شده است، جایی که اعضا متعهد می شوند که به طور مشترک و یا جداگانه با سازمان ملل در زمینه ذیل همکاری کنند. احترام جهانی و نظارت بر حقوق بشر و آزادی های بنیادی بدون فرق گذاشتن بین نژادها، جنسیت، زبان و مذهب. کمیسیون حقوق بشر در نخستین و مهمترین مأموریت خود آماده سازی اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عهده گرفته است. مجمع عمومی که سومین اجلاس آن چند روز پیش در پاریس گشایش یافت، مأموریت تصویب نخستین محصول فعالیت‌های کمیسیون، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر را در بهار سال 1948 در پیش رو دارد. اعلامیه حقوق بشر سرانجام پس از کار زیاد در آخرین جلسه کمیسیون حقوق بشر در نیویورک تکمیل شد و شورای اقتصادی و اجتماعی آن را به همراه سایر مدارک ارسالی کمیسیون حقوق بشر بدون هیچ گونه پیشنهادی به مجمع فرستاد. در کمیسیون تصمیم بر این گرفته شد که اعلامیه جهانی حقوق بشر باید شامل دو بخش باشد:
1. اعلامیه‌ای که بتوان آن را به تصویب اعضای مجمع عمومی رساند. محتوای این اعلامیه از نیروهای اخلاقی بسیار قوی برخوردار بوده و به مردم جهان خواهد گفت که این طرحی است که امیدواریم همه مردم از حقوق آن در سالهای آینده منتفع شوند. حقوقی را که در این اعلامیه منظور کرده ایم، حقوق اولیه هر انسانی در جهان می دانیم و احساس می کنیم بدون این حقوق توسعه کامل شخصیت انسان امکان ندارد. 2. بخش دوم اعلامیه که هنوز کمیسیون حقوق بشر به علت کمبود وقت آن را تکمیل نکرده است. معاهده نامه‌ای خواهد بود که به صورت قرارداد به تمام کشورهای دنیا عرضه خواهد شد. کشوری که این معاهده را بپذیرد باید قوانین خود را در صورت مغایرت با این معاهده نامه تغییر دهد. البته این معاهده نامه باید به صورت سند ساده تری باشد. این سند نمی تواند آرزوها را مطرح کند. اگرچه احساس ما این است که این مسئله در اعلامیه مجاز شمارده شده است. این سند تنها می تواند به حقوق اشاره کند و اطمینان دهد که قانوناً این حقوق رعایت می شوند و نیز باید حاوی روش هایی برای اجرای این مقررات باشد و هر کشوری که آن را پذیرفته است مجاز به چشم پوشی از آن نباشد. درباره رویه های اجرایی نه تنها هنوز موافقتی حاصل نشده، بلکه در جلسات کمیسیون درباره هیچ یک از آنها بررسی مناسبی نیز صورت نگرفته است. مطمئناً مباحثاتی درباره این قطعنامه حقوق بشر جریان خواهد داشت و ممکن است چنانچه موافقتی حاصل شود مجمع آن را تایید کند. فکر می کنم باید کشورها را تشویق کرد تا در ماه‌های آینده این قطعنامه را با ملت خود در میان بگذارند تا هنگام عرضه آن درک عمیق‌تری از مشکلات مربوط به آن داشته باشند. امیدواریم تا سال آینده اعلامیه مورد قبول دولت‌ها قرار گیرد. اعلامیه در کمیسیون حقوق بشر به اتفاق آرا تصویب شد. البته به استثنای 4 کشور اتحاد شوروی، یوگسلاوی، اوکراین و بلاروس که غایب بودند و دلیل آن هم اختلاف بنیادی در برداشت از مفهوم حقوق بشر در این کشورها و چند کشور دیگر عضو سازمان ملل است. فکر می کنم باید در بحث های اصلی مجمع عمومی این اختلافات کاملا واضح و روشن شود و می خواهم امشب زمان اندکی را صرف روشن کردن این موضوع کنم. به نظر من اکنون دلیل قاطعی برای ارائه تفکری دقیق و روشن درباره حقوق بشر وجود دارد و علت آن هم این است که پذیرش و رعایت این حقوق به عقیده من عامل ریشه‌ای برای صلح در آینده و تقویت سازمان ملل متحد است تا آنجا که می تواند صلح را در آینده حفظ کند. ما نباید درباره اینکه آزادی چیست ابهامی داشته باشیم. حقوق اولیه انسان بسیار ساده و به سادگی قابل فهم هستند. آزادی بیان و آزادی مطبوعات، آزادی مذهب و نیایش، آزادی برای تجمع و حق ابراز وجود، حق اینکه انسان‌ها بتوانند در خانه خود امنیت داشته باشند بدون اینکه بی دلیل مورد جستجو قرار بگیرند و اموال آنها تصرف شود و یا خودسرانه مورد بازداشت قرار بگیرند و مجازات شوند. ما نباید فریب نیروهایی را بخوریم که کوشش می‌کنند پیام‌های بزرگ آزادی سنتی ما را تقلیل دهند تا بتوانند در مبارزه ما ابهام ایجاد کنند. دموکراسی، آزادی و حقوق بشر معنای مشخصی برای مردم دنیا دارند و نباید اجازه دهیم که هیچ کشوری آنها را به گونه‌ای تغییر دهد که همسنگ سرکوب و دیکتاتوری شود.
تفاوت‌های اولیه‌ای حتی در بکارگیری لغات بین رژیم‌های دموکراتیک و تمامیت‌خواه وجود دارد. به عنوان مثال، لغت دموکراسی در اتحاد شوروی و کشورهای آمریکا و فرانسه معنای متفاوتی دارد. من در جلسات اولیه کمیسیون هسته‌ای و کمیسیون حقوق بشر شرکت کرده‌ام. ما فکر می‌کنم این معانی در آن جلسات کاملاً خود را نشان دادند. نمایندگان اتحاد شوروی ادعا می‌کردند به اهدافی دست یافتند که به زعم آنها دموکراسی‌های بورژوازی با کنترل مردم مانع رسیدن به این اهداف در کشورهای خود می‌شوند. تحلیل نهایی آنها این است که دولت‌های ما قدرت ندارند برای اینکه توسط مردم کنترل می‌شوند. البته آنها این تحلیل را به این صورت نمیگویند، بلکه میگویند مردم اتحاد شوروی با اجازه دادن به دولت برای داشتن حقوق مطلق آن را کنترل میکنند. ما از طرف دیگر احساس میکنیم حقوق مشخصی را هرگز نباید در اختیار دولت گذاشت، بلکه این حقوق باید در دست مردم باقی بمانند. به عنوان مثال، اتحاد شوروی ادعا میکند مطبوعات در آن کشور کاملا آزادند. برای اینکه دولت ماشین‌های چاپ و کاغذ در اختیار آنها می‌گذارد و حتی حقوق نویسندگان و کارکنان را نیز می‌پردازد. آنها می‌گویند هیچ کنترلی بر مطالب روزنامه‌های مختلفی که از دولت یارانه می‌گیرند ندارند و برای مثال روزنامه اتحادیه کارگری را ذکر می‌کنند. اما چه اتفاقی می افتد اگر یکی از این روزنامه ها مطلبی در انتقاد از سیاست ها و عقاید دولت کمونیستی منتشر کند؟ من اطمینان دارم که دلایل بسیار خوبی برای بستن روزنامه پیدا می کنم. این حقیقت دارد که در اتحاد شوروی موارد زیادی بوده است که روزنامه نگاران از اقدامات بعضی از مقامات انتقاد کرده و سبب برکناری آنها شدند. اما این انتقادها هیچگاه متوجه عقاید بنیادی کمونیست‌ها نبوده است. آنها به سادگی از شیوه اجرای بعضی امور انتقاد کردند. بنابر این باید توجه داشت که تفاوت وجود دارد بین انتقاد از اموری که مجاز دانسته شده و انتقاد از عقایدی که در سیستم کمونیسم بنیادی هستند. به عنوان مثال چه تفاوتی بین اتحادیه‌های کارگری در رژیم‌های تمامیت‌خواه و دموکراسی‌ها وجود دارد؟ در رژیم‌های تمامیت‌خواه اتحادیه‌های کارگری ابزاری در دست دولت هستند که به کمک آن کارگران را وادار به انجام وظایف خود می‌کنند، ولی برای حقوق آنها کاری نمی‌کنند. اتحادیه‌ها تنها اوراق تبلیغات دولتی را در بین اعضای خود توزیع می‌کنند، برخلاف اتحادیه‌های ما که ابزاری در دست خود کارگران هستند. آنها نماینده کارگران در رابطه با دولت و مدیریت هستند. در ابراز عقیده خود آزادند بدون اینکه از دولت کمک بگیرند و یا دولت در کار آنها دخالت کند. مفهوم اتحادیه‌های کارگری در کشورهای تمامیت‌ها کاملا متفاوت است، درک متقابل بسیار اندکی در این مورد وجود دارد. من فکر می‌کنم بهترین مثالی که می‌تواند این تفاوت اساسی را نشان دهد به کار بردن مفهوم حق کار کردن است. اتحاد شوروی اصرار دارد که این حق اولیه در اتحاد شوروی تضمین شده است، برای اینکه دولت به تنهایی اشتغال را برای همه تأمین می‌کند. اما معنی این حق کار کردن در اتحاد شوروی این است که دولت کارگران را به هر کاری که بخواهد می‌گمارد، بدون اینکه به آنها فرصتی برای مشارکت در تصمیم گیری و دخالت در امور دولت داده شود. جامعه‌ای که هر کس کار دارد لزوماً یک جامعه آزاد نیست و ممکن است در حقیقت یک جامعه برده‌داری باشد، و البته جامعه ای هم که به نحو گسترده‌ای دارای عدم امنیت اقتصادی است میتواند آزادی را به صورت حقی سترون و بیروح برای میلیون ها نفر از مردم درآورد.
ما در ایالات متحده به این نتیجه رسیدیم که معنی آزادی این است که هر کسی بتواند هر شغلی را که می‌خواهد انتخاب کند، هر کس مختار است کار بکند یا نکند. اگرچه ما در ایالات متحده به این نتیجه رسیدیم که مردم حق دارند که از دولت خود بخواهند مانع از گرسنگی کشیدن افرادی شود که نتوانستند در حرفه خود کاری پیدا کنند. مطرح شدن این تصمیم در افکار عمومی حاصل دوران رکود بزرگ بود، زمانی که بسیاری از مردم بیکار بودند. اما در ایالات متحده تصور نمی کنیم چنانچه ما را با روش های دیکتاتوری وادار کنند که چه موقع و کجا کار کنیم آزادی بیشتری به دست می آوریم. حق انتخاب برای ما مهم و از آزادی های اساسی است. من با مردم روسیه احساس همدردی می کنم. آنها کشور خود را دوست دارند و همیشه شجاعانه از آن در برابر مهاجمین دفاع کردند. آنها دوره ای از انقلاب را از سر گذراندند و در نتیجه تماس خود را با خارج از دست دادند. آنها شک خود را نسبت به سایر کشورها از دست ندادند. و مشکل این است که امروز دولت این شکاکیت را تشویق می کند و به نظر می رسد باور دارند که زور به تنهایی برای آنها احترام می آورد. ما در مورد دموکراسی ها معتقد به نوعی احترام بین المللی و کنش دو جانبه هستیم و فکر نمی کنیم که دیگران با ما باید رفتاری داشته باشند متفاوت از رفتاری که با آنها می شود. دخالت در امور سایر کشورها دشمنی و خصومت با دولت اتحاد شوروی را تشدید می کند. اگر این دولت آرزوی توسعه اقتصادی و سیاسی در محدوده خود را دارد، باید به سایر کشورها هم امنیت لازم برای تحقق این خواسته ها را بدهد. ما معتقدیم مردم آزادند که اشتباهات خود را مرتکب شوند و در امور آنها دخالت نمی کنیم و آنها نیز نباید در امور دیگران دخالت کنند. مشکل اساسی که امروز دنیا با آن روبرو است، همان گونه که در آغاز سخنانم گفتم، پاسداری از حقوق افراد و در نتیجه از جامعه ای است که این افراد بخشی از آن هستند. ما امروز دوباره این مبارزه را مانند دوران انقلاب فرانسه و آمریکا ادامه می دهیم. مسئله آزادی بشر امروز هم مانند آن زمان از امور قطعی است. می‌خواهم درکی را که کشور من از معنی حقوق افراد دارد برایتان ارائه دهم. دیر زمانی قبل در لندن در بحثی که با آقای بیشنوسکی داشتم، او می‌گفت که چیزی به نام حقوق افراد در دنیا وجود ندارد. آزادی هر فرد مشروط و وابسته به آزادی دیگران است. البته من قبول کردم و گفتم ما به این مسئله از دیدگاهی دیگر نگاه می کنیم و اینجا در سازمان ملل کوشش می کنیم که ایده ها را در سطحی گسترده تر توسعه دهیم و برای همین ابتدا حقوق انسان را مطرح می کنیم و اینکه چه چیزی انسان را آزادتر می کند. آزادی انسان برای ما مهم است، نه دولت ها. رژیم های تمامیت ها نوعاً مردم را نسبت به فرمان هایی که توسط اقلیتی در رأس هرم قدرت صادر می شود در درجه دوم اهمیت قرار می دهند. طبیعتاً ما همیشه باید حقوق دیگران را در نظر بگیریم، ولی در دموکراسی محدودیتی برای این امر وجود ندارد. در حقیقت در دموکراسی ها امنیت لازم برای آزادی های خود را تثبیت می کنیم، زیرا هر کدام از ما به حقوق دیگران احترام می‌گذاریم و مجاز هستیم که قوانین خود را به وجود آوریم. آزادی برای مردم ما تنها یک حق نیست، بلکه یک وسیله است. آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اطلاعات، آزادی تجمع و غیره فقط ایده‌ای تجریدی برای ما نیستند،
اینها ابزاری هستند که ما به کمک آنها زندگی خود را می‌سازیم. شیوه‌ای از زندگی که بتوانیم از آزادی‌ها لذت ببریم. برخی اوقات فرایند دموکراسی‌ها کند است. من می‌دانم که برخی از رهبران ما می‌گویند دیکتاتوری صالح در مقایسه با دموکراسی کارها را در زمانی بسیار کوتاه‌تر به انجام می‌رساند. زیرا در دموکراسی باید فرایندها و مباحثات دموکراتیک را طی کنیم و به آهستگی افکار عمومی را شکل بدهیم. اما هیچ راهی نیست که بشود اطمینان حاصل کرد که دیکتاتوری صالح باقی بماند و قدرت را که در دست گروهی اندک قرار دارد بدون چالش و یا انقلاب به مردم بازگرداند. ما از تجربیات آموختیم و قبول داریم که فرایندهای دموکراسی کند است، ولی برای رفتن از راهی میان برد باید بر سر اصول مصالحه کنیم، اصولی که مصالحه بر سر آنها امکان پذیر نیست. اظهار نظر نهایی مردم درباره ما از طریق انتخاباتی آزاد و سالم است که مردم کاندیداهای خود را بر اساس مسائل اساسی کشور انتخاب می کنند. رأی مخفی برای انتخابات آزاد اهمیت اساسی دارد، ولی پیش از آن باید انتخاب مورد نظر خود را شناسایی کرده باشند. من بارها از همسرم شنیدم که مردم هرگز آزادی خود را از دست نخواهند داد اگر آزادی در دادن رأی مخفی را حفظ و از آن به خوبی استفاده کنند. تصمیم‌های اساسی در جامعه ما تنها بر اساس نظر مردم گرفته می‌شود. به همین دلیل است که وقتی می‌بینیم آزادی‌های ما تهدید می‌شود، به جای از هم پاشاندن مملکت، با همدیگر متحد شده و گروه واحدی را تشکیل می‌دهیم. این اتحاد علارغم وجود پیشینه‌های متفاوت و تنش‌های نژادی صورت می‌گیرد. سیستم اقتصادی ما در ایالات متحده سرمایه‌داری است و علت آن هم این است که افکار عمومی این شیوه زندگی و این نوع اقتصاد را می‌پسندند. اما ما محدودیت‌های مشخصی را اعمال کرده‌ایم. به عنوان مثال ما قوانین ضد تراست داریم. این قوانین نشان می‌دهد که مردم آمریکا مصمم هستند که اقتصاد آزاد و رقابتی خود را حفظ کنند، ولی در این حال به انحصارها اجازه ندهند که آزادی مردم را از آنها بگیرند. اتحادیه‌های کارگری ما نیرومندتر می‌شوند. برای اینکه مردم به این باور رسیدند که این راهی درست برای تضمین حقوق کارگران است و حق سازماندهی، چانه‌زنی جمعی، تعادل را بین تولید کننده اصلی و سرمایه گذاران و مدیریت صنایع برقرار می کند. مدیریت صنایع بر کارگرانی نظارت می کند که با دست خود کالاهای مختلف را تولید می کنند و حاصل کارشان ثروتی قابل لمس است. در ایالات متحده ما آنقدر بالغ هستیم که ادعای کامل بودن نداشته باشیم. می دانیم که با مشکلات و تبعیض‌هایی روبرو هستیم، اما برای حل این مشکلات پیشرفت‌هایی نیز داشته ایم، اگرچه کند بوده است. با استفاده از فرایندهای معمولی دموکراتیک، نیازهای خود و چگونگی رسیدن به برابری کامل برای مردم خود را می شناسیم. بحث آزاد درباره همه موضوعات مجاز است و دادگاه عالی ما اخیراً تصمیماتی را اتخاذ کرده تا برخی از ابهامات قانونی را برای تضمین حقوق همه مردم روشن‌تر کند. اتحاد شوروی ادعا می‌کند به نقطه‌ای رسیده که می‌تواند رسماً اعلام کند در داخل مرزهای خود به برابری کامل مردم و با حقوقی مساوی رسیده است و آنها اصرار دارند که هیچ گونه تبعیضی در رابطه با اقلیت‌ها وجود ندارد. هدف قابل ستایشی است. اما جنبه‌های دیگری نیز از توسعه آزادی افراد وجود دارد که بسیار مهم هستند و از عدم تبعیض ارزش بیشتری دارند. این جنبه‌ها در اتحاد شوروی وجود ندارد. تا زمانی که مردم خواستار آزادی هایی هستند که بقیه مردم دنیا دارند و آنها ندارند و این حق از آنها سلب می شود،
معمولا گله‌ای از تبعیض ندارند. دولت‌های تمامیت‌خواه از دادن سایر آزادی‌های اساسی مانند آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی مذهب و وجدان، آزادی تجمع و محاکمه عادلانه و عدم بازداشت و مجازات خودسرانه به مردم خود عبا دارند. اینها مواردی هستند که به عدم تبعیض معنی می‌دهند. به عقیده من و مطمئن هستم که عقیده شما هم همین است. مبارزه برای دموکراسی و آزادی مبارزه ای اساسی بوده و حراست از آن برای سازمان ملل متحد هدفی بنیادی است و نهایتاً می تواند صلح بین المللی و امنیت را حفظ کند. برای مردمی که آزادی دارند هدف وسیله را توجیه نمی کند. ما الگوی تمامیت خواهی را می شناسیم. سیستمی تک حزبی که مدارس، مطبوعات، رادیو و علم و هنر را کنترل و حتی کلیسا را وادار می کند از حکومت مستبد حمایت کند. این الگوها کهنه و شناخته شده هستند و انسانها برای مدت 3000 سال با آن مبارزه کردند. اینها نشانه های انفعال و واپسگرایی است. سازمان ملل متحد باید میراث آزادی را که حاصل مبارزه مردم است رها نکند و به ما کمک کند تا آن را به نسل های آینده منتقل کنیم. گسترش ایدئال آزادی و ترجمان آن در زندگی روزانه مردم در بخش های بزرگی از دنیا حاصل کوشش های افراد بسیاری است و محصول تفکری نیرومند برخواسته از سنتی طولانی و کنش های شجاعانه است. هیچ نژاد و هیچ مردمی نمی توانند ادعا کنند که تمامی تلاش ها برای رسیدن به کرامت انسانی و آزادی به منظور توسعه شخصیت بشری را به تنهایی انجام دادند. هر نسلی و در هر کشوری باید ادامه دهنده مبارزه باشد و قدم های جدیدی باید برداشته شود. آزادی مسئله ای اصولی است و میدانی است که باید بر آن محکم پای فشرد وگرنه امکان بازگشت دارد. مسئله حقوق انسانی از جمله اصول بنیادی بوده و مصالحه بر سر آن امکان ندارد و طرح کمیسیون برای مسئله حقوق بشر کاملا روشنگرایانه است. اعلامیه حقوق بشر میگوید هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند. نماینده اتحاد شوروی گفت با این مطلب موافق است در صورتی که یک جمله به آن اضافه شود با توجه به قوانین حاکم بر آن کشور. کاملا روشن است که پذیرش این تبصره نه تنها مصالحه است بلکه حقوقی که به آن اشاره شده را بی اثر می کند. این مورد به خوبی اهمیت پیشنهاداتی که ارائه می شود را نشان می دهد و این که باید مواظب باشیم بر سر اصول بنیادی حقوق بشر تنها به خاطر رسیدن به اتفاق آرا مصالحه نکنیم وگرنه آنها را از دست خواهیم داد. آنگونه که من می‌بینم رسیدن به اتفاق آرا درباره اختلاف نظر دولت‌ها درباره حقوق بشر کار آسانی نیست. مبارزه مشکلی است که ما باید در مورد آن استوار و صبور باشیم. اگر ما بر اصول خود با اعتقاد بیستیم، فکر می کنم که حفظ آزادی ها به شیوه مسالمت آمیز و بدون توسل به زور امکان پذیر است. آینده باید شاهد گسترده تر شدن حقوق بشر در سراسر دنیا باشد. مردمی که آزادی را هر چقدر اندک دیده باشند، هرگز تا آن را کاملا برای خود تثبیت نکنند، قانع نخواهند شد. حقیقت این است که حقوق بشر هدف بنیادی قانون و دولت در یک جامعه عادلانه است. حقوق بشر باید تا درجه‌ای در جامعه حاکم باشد که مردم آن را در رابطه با یکدیگر و دولت‌ها آن را در رابطه با شهروندانشان رعایت کنند. دنیا تا حدود زیادی از پیامدهای غم‌انگیز حاکمیت رژیم‌های تمامیت‌خواه بر مردم آگاهی دارد.
اگر به قدرت رسیدن هیتلر را بررسی کنیم، می‌بینیم که چگونه زنجیرها را به هم پیوستند تا افراد را به صورت برده درآورند و می‌توانیم شباهت‌های زیادی با آنچه در بقیه کشورها اتفاق افتاد را مشاهده کنیم. مردم از نظر سیاسی باید مجاز باشند درباره مسائل مختلف حتی امکان مباحثه کنند و حداقل باید در کشور یک سیستم دو حزبی برقرار باشد. برای اینکه در سیستمی که تنها یک حزب سیاسی حکومت می کند، برای تأمین منافع آن حزب بسیاری از اولویت ها جابجا می شوند و در نتیجه حکومتی استبدادی برقرار می شود و آن حزب دیگر ابزاری برای حکومت دموکراتیک نیست. پروپاگاندایی که ما در گذشته نچندان دور شاهد آن بودیم، مانند آنچه در روزهای اخیر مشاهده می کنیم، به دنبال تکذیب ما و ویران کردن و از بین بردن آزادی و استقلال مردم است. این گونه پروپاگاندا مردم را در شرایطی قرار می دهد که یا در میراث حقوق خود شک کنند و تن به مصالحه بر سر اصول زندگی خود بدهند و یا کوشش کنند که رژیم را به چالش بطلبند و آمادگی خود را مضاعف کنند و برای حفظ و توسعه آزادی های انسانی استوار و محکم به مبارزه ادامه دهند. مردمی که حقوق آنها به عنوان انسان به طور مستمر انکار می شود برای همیشه تن به این انکار نخواهند داد. منشور سازمان ملل مشعلی فراروی ما برای حصول به حقوق بشر و حقوق بنیادی در سراسر جهان است. آزمون اولیه تنها این نیست که کدام حقوق بشر و آزادی حاصل شده است، بلکه هدف اصلی آن تعیین جهت حرکت در جهان است. آیا سازگاری صادقانه‌ای با منشور سازمان ملل در جریان است و یا بعضی از کشورها به جای اینکه احترام جهانی برای نظارت بر حقوق بشر آنگونه که در منشور آمده را تشویق کنند به نقض آن ادامه می دهند؟ سازمان ملل ملاقات‌های عمومی برای کشورهای عضو ترتیب می‌دهد تا مسائل مربوط به حقوق بشر مورد بحث قرار گیرد. در این جلسات می‌توانیم مشکلات چند جانبه را مورد بررسی قرار دهیم و از تفاوت‌هایی که در تجربیات خود داشتیم بهره‌مند شویم. وابستگی ذاتی و استوار ما به دموکراسی و آزادی سبب می شود در بهره‌گیری از ابزارهای بنیادی دموکراتیک مانند بحث و مذاکره صادق باشیم. امروز مثل همیشه امید ما این است که علی‌رغم رویکردهای متفاوتی که در دنیا جریان دارد، بتوانیم با ایمان به اصول منشور سازمان ملل به زمینه‌های مشترک و درک متقابل برسیم. ما به اینجا آمده ایم تا در جلسه این گرد همایی بزرگ بین المللی در پاریس پای تخت زیبای شما شرکت کنیم. آزادی انسان بخشی جدا نشدنی از سنت گرانقدر فرانسه است. به عنوان یک عضو از هیئت ایالات متحده در سازمان ملل به درگاه خداوند دعا می کنم تا پیروزی دیگری در اینجا برای دستیابی به حقوق و آزادی همه انسانها نصیبمان شود. شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب و شنیدن کتاب های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی @توانا مراجعه کنید.